با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است و نهم از ماه دسامبر. در روزهای چهارشنبه مدت یک ساعت خدمت شما هستم، در باب مطالب مختلف صحبت میکنم. امروز با شما از شهر هیوستون صحبت میکنم. شهر هیوستون یکی از شهرهای جنوبی ایالت تکساس آمریکا هست و در واقع خلیج مکزیک نزدیک هست و شباهتی دارد با خرمشهر و فرض کنین آبادان و اینها، به جهت اینکه اونها به خلیج فارس نزدیکن و شهر هیوستون به خلیج مکزیک نزدیک است و هر دو نفتخیز هستند. در واقع هم شهر هیوستون هم همونطور که میدونید جنوب ایران این دو شباهت هست. هوا هم تقریبا به همون وجه هست، منهای پولوشن های کشنده اهواز و خرمشهر و اینها. هوای شهر هیوستون بسیار بسیار تمیز و بسیار بسیار سالم و شهر بسیار زیباست. هیوستون در واقع عرض کنم که به افتخار سم هیوستون، یکی از قهرمانان ملی آمریکاست، آقای سم هیوستون، بدون جهت که در مناقشات بین مکزیک و آمریکا بر سر ایالت تگزاس، آقای سم هیوستون توانست با تعدادی معدود از داوطلبان بتواند لشکر سنتا انا که رئیس جمهور مکزیک بود شکست بدهد و استقلال تگزاس رو به دست بیاورد. و در واقع داستان مفصل است. بعد از شکست آلامو که تعداد اندکی آمریکایی قریب 130-140 نفر مقابل 3000 نفر لشکر مکزیک ایستادگی کردند، سم هیوستون با داوطلبان خود توانست سپاه مکزیک رو شکست بدهد و این ایالت رو در واقع استقلال ببخشد و تنها شخصیتی است که از دو ایالت سمت نمایندگی داشته، کارهای بسیاری کرده. اگه ما بخوایم در باب همه خدمات سم هیوستون و فضیلتهاش و شجاعتهاش صحبت کنیم، سخن به درازا می کشد. اینقدر بدانیم که این شهر هیوستون به افتخار در واقع نام سم هیوستون نامگذاری شده است. در آمریکا همه چیز ملی است، مربوط به مردم است. دین مردم هم به خود اونها مربوط است و وارد قضایای ملی و زندگی مادی مردم نمی شود. ما در ایران چنین نیستیم. در واقع ارج قهرمانان را نمیدانیم، به لحاظ اینکه همواره دیکتاتورها بر کار هستند. عرض کردم خدمت شما، ما در شهر تبریز هر چه گشتیم یک کوچه به نام ستارخان ندیدیم بعد از اون همه مجاهدت ها و بعد از اون همه جانفشانی های تبریزیان برای آزادی و استقلال و حاکمیت ملت. ما از این قهرمانان تبریز هیچ نامی ندیدیم، به جهت اینکه دیکتاتور میخواهد همه چیز به نام او باشد. امروز نیز چنین است در مملکت ما و میبینیم که در واقع رفته رفته اون چه نام بوده است بر خیابانها، بر محلها، بر چهارراهها، اینها که به نام بزرگان سرزمین ما بوده است رو همه رو زدودن و در واقع به نام کسانی که ایرانی نیستن. آقا حبیب ابن مظاهر به ما چه ربطی دارد؟
ما می توانیم علاقمند به فضیلت های حبیب ابن مظاهر و اصغر و اکبر و اینها باشیم، اما اینها به سرزمین ما و در سرزمین ما کاری نیستند. این سرزمین متعلق به مردم ایران هست. قهرمانان ایران بایستی محترم شمرده بشوند تا ما بتوانیم رفته رفته هویت خود رو نیرومندتر کنیم، غرور کشته شده خود رو برانگیزیم و زنده کنیم. هر روز ما ببینیم که یک خبری هست، یک برجی چیزی ساختن با طلای ایرانیان، دارن میبرن اون سوی دجله و فرات و خلاصه اون که در دست ما ملت چیزی باقی نگذاشتن، چیزی باقی نگذاشتن. اما این فرهنگ و این ملت سربلند تاریخی این مشکل بزرگ حکومت جهال رو هم پشت سر خواهد گذاشت. ما ایرانی هستیم، هر ایرانی هزار پیوند دارد با ایرانی دیگر و این سبب پایداری ما شده است و اینکه ما به عنوان ملت بزرگ شناخته شویم. من پیش از این در باب اینکه فرض کنین عراق یک کشور جعلی است یا کویت یا غیره خدمت شما صحبت کردم. شما امروز نگاه کنید به جغرافیای عراق. عراقی وجود ندارد. عراقی وجود ندارد. تکه تکه شده و این تصور که دوباره این عراق برگردد و کشوری بشود و صاحب دولت مرکزی بشود و این اقوامی که در اونجا زندگی میکنند به عنوان ملت در راه سعادت مردمی که در اون سرزمین میکنند متحد بشن وجود ندارد، به جهت اینکه اون عناصری که لازمه ملت هست در این کشورها نیست. اگر از اینها بپرسید آقا شما پایه های هویت شما رو چه چیزی تشکیل میدن، هیچ ندارن. و همه اینها در دو چیز مشترک هستن، فقط یکی آیین اسلام هست، یکی زبان عربی. و این آیین اسلام فرض فرمایید در کشوری مثل عراق به دو قسمت تقسیم شده، یک گروهی شیعه یک گروهی سنی. یعنی این ملت خاطره ای از این سرزمین برای سربلندی ندارد. حالا بگذاریم از نمیدونم حکومت‌های بابل که هزاران سال پیش از این بودن، اینها به عراقی های امروز کمکی نمی کند. و چون عناصر سازنده یک ملت در سرزمین عراق وجود ندارد و فقط موضوع شیعه و سنی هست که برای اینها اهمیت دارد، این است که یکدیگر رو میکشند. یعنی یک سنی عراقی خودش رو بم میبنده یا یک کسی رو استخدام میکنه که بره بعد شیعیان رو بکشن، به جهت اینکه اینها این کشور جعلیه و ملتی به نام ملت عراق وجود ندارد و وجود نداشته. اون پیوندی که سبب میشود که انسان حس نزدیکی بکند، حس منافع مشترک بکند با دیگری، در این گونه کشورها متاسفانه وجود ندارد. بنابراین خیلی سریع می شود این کشورها رو تجزیه کرد. این کشورها رو تجزیه کرد. الان در حقیقت عراق تجزیه شده. اما در ایران زمین ما هرگز این اتفاق نمی افتد که هزاران رشته نامرئی هر ایرانی رو به ایرانی دیگر پیوند می دهد. دوست عزیز، هزاران رشته نامرئی هموطن شیرازی رو به هموطن خراسانی پیوند می دهد، هزاران پیوند نامرئی هموطن خراسانی رو به هموطن آذربایجانی پیوند می دهد. این است که در واقع کشور عزیز ما که در حدود هزار سال از اون خبری نبود، به واسطه وجود عناصر فرهنگی و اون چه ملت رو می سازد در واقع که اصلا خدمتون وجود داشته و کشور ما توانسته است سربلند از خاکستر آتش مغول و تیمور اینها سر بردارد و دوباره ایران بزرگ تشکیل بشود.
بزرگترین مشکلی که ما در واقع در راه سعادت امروز داریم آن است که دارای دولتی هستیم که دشمن آزادی است و دشمن ملت است. دولت در واقع رهنمای ملت است و در واقع نوکران ملت هستند و مستخدمان ملت هستند. اگر محاکمه هست، این ملت هست که دولت رو محاکمه میکنند. این دولت هست، این کارمندان هستن که بایستی از مردم ما بترسن، نه اینکه مردم از دولت بترسن. امروز رویاروی ایستادن و همه سعی این دولت به جای در واقع نگاهی به آینده های دور در راستای سعادت ملت داشته باشد و مردم با عشق و محبت این دولت رو پشتیبانی بکنن، هر ایرانی آرزوی مرگ این دولت رو دارد، منهای مزدوران. متاسفانه من خیلی خیلی متاسفم برای مزدوران مملکت ما که حالا یا از فقر یا از نفقر و نداری یا از جهالت پشتیبان استبداد شدن. امروز خفقان در این مملکت حاکم است. دوستی از ایران آمده بود و میگفتن ببینید آقا اینها خیلی کارها کردن، جاده کشیدن، نمیدونم در دهات نمیدونم گاز آوردن، از این جور داستانا. گفتم عزیز من از این داستانا برای من نگو، از آزادی بگو، از حیثیت انسانی بگو. آیا اینها رعایت میشه و در ایران؟ گفتم نه. گفتم خب اگر این نیست اون یکی به چه درد میخورد؟ سازندگی مادی کوچکترین ارزشی ندارد اگر که شأن ایرانی حفظ نشود. اون شعر مرحوم پژمان بختیاری رو خدمتتون خوندم، گفت مملکت را جان من آزاد کن آباد، نه زن که آبادش کند آزادی ار آباد نیست. اینو باید بنویسیم، همه بیاویزیم به یک دیوار یک سوی اتاق ما که آقا ما آبادی از شما نمیخواییم، ما جستجوگر آزادی هستیم. هرگز پدران ما که برپا خواستند برای آزادی و برای قانونمندی، اون چه در اولویت در واقع ذهن کوشندگان آزادی در مملکت ما بوده، آزادی بیان بوده، آزادی احزاب بوده، آزادی روزنامه ها بوده، آزادی تجمع بوده و اینها، و مراتب بعدی که جاده کشی باشد و نمیدونم لوله کشی باشد و اینها، خود به خود ملت انجام خواهد داد. بنابراین اون عناصر اصلی که در واقع ما را در عصر جدید سربلند می کند، حاکمیت ملت بزرگ ایران است و آزادی احزاب هست و آزادی بیان و اون چه در واقع انسان مدرن در واقع کشف کرده است که لایق زندگی مدرن هست. حکومت امروزین ایران به مانند در واقع دولتی میماند که حمله کرده و این مملکت رو به غنیمت گرفته و هر بلایی که میخواهد به روزگار مردم میآورد، به روز مردم میآورد. هر بلایی که در ذهن متصور انسان هست و روی به خاک ایران زمین، به کوههای ایران زمین، به ثروتهای ایران زمین میآورد و هیچ کس هم جرأت اون که آقا به خاک من چرا چنین میکنی؟ آقا در حق فرزندان من چرا چنین میکنی؟ ندارد. برای یک کاریکاتور این دختر ایرانی رو کشیدن به دادگاه، همونطور که میدونید 12 سال زندان
بیایید ببینیم این کسانی که در این رژیم مرتکب جرم‌های بزرگ شدن، مثل اختلاس‌های بزرگ، مثل قتل‌های بزرگ، مثل اسیدپاشی‌های اونچنانی که واقعا انسان بیمار میشه از شنیدن خبرش، کجا رفتن مرتکبان این جرم‌های وحشتناک ضد انسان؟ هیچ خبری نیست. هیچ کس محاکمه نشدن، هیچ کس دستگیر نشدن. اما بلافاصله که یک دختر خوش‌ذوق ایرانی یک کاریکاتوری کشیده از این نمایندگان مجلس که ملت بیزار هستند و تاریخ بیزار هست از این حکومت و نمایندگانش، یه دختر جوان رو کشیدن، همه زندگیش رو ازش گرفتن، همه جوانیش رو، 12 سال گوشه زندان. و بعد که تشکر کرده از وکیلش، چوب رو زدن زمین که آقا فحشا زنای ناقص کرد، با این مرد دست داد زنای ناقص شد، حالا دوباره محاکمه دیگه 10 سال دیگه هم اضافه کنه. چون این چیزها رو ما نشنیده ایم، دنیا نشنیده، هموطن گرامی نشنیده، دنیا چنین حرکاتی از سوی دولت. اینا مثل که دشمنان قسم خورده این مردم هستن. سوگند یاد کردن که تیرگی و خفقان رو ادامه بدهند و هر روز این تیرگی رو غلیظ‌تر بکنند. اینا کار این برادران حکومتگر ماست. آرزوهای مردم رو برباد دادن، آرزو برای آزادی برباد رفت. و میخوام خدمت شما این رو بگم که در این گونه مواقع روز به روز خشم ملت بیشتر میشود، روز به روز منفی نگری به کل جهان هستی بیشتر میشود، روز به روز در واقع وطنگریزی بیشتر میشود. از کردم خدمت شما در روزگار مشروطه وقتی که روسا اولتیماتوم دادن که آقا این شستر رو بیرون میکنید یا ما میایم تهران رو میگیریم، نه تنها بچه های تهران 10 ساله 12 ساله رفتن از تفنگ گرفتن که دفاع بکنن، بچه های تبریز جوان اسلحه گرفتن که ما بخوایم برویم از تهران، پایتخت مملکت عزیزمان، دفاع بکنیم در مقابل تجاوز روس‌ها. از ستارخان سوار شد که به تهران بیاد، گفتن آقا حضور شما اینجا ضرورت داره. کجا رفت اون حال هوا؟ کجا رفت اون همه زیبایی ها؟ من امروز می‌بینم که تیم فوتبالی هست، فرض کنید در تبریز عده جوانان نشستن میگوین خلیج عربی. بعد وقت نمیدونم تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز، حالا از تبریز هست به جای دیگه میرود، یک عده جاهل هم صداهای عجیب و غریب از خود در میارن علیه تیم فوتبال تبریز. و چون نیک بنگریم گناه متوجه جوانان تبریز یا دیگران نیست، این گناه برگردن این جنایتکارانی است که مردم رو بیزار کردن از همه چیز. و کار وقتی که به تنگ نارسید، اون سخن سعدی صادق می شود، مصداق پیدا می کند. سعدی ها حب وطن گرچه حدیثی صحیح، نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم. وقتی اختناق و فشار زیاد شد و وقتی که ستمکاری از یک حدی گذشت، اون هموطن و برادر عزیز من که در پارس‌آباد زندگی میکند خواهد گفت آقا من چه گناهی کردم که بایستی از ستم تهران رو تحمل کنم؟ و آقایی که اونجا نشسته و خودش رو رهبر مسلمین جهان خونده و کارگزارانش اینجا دارن در حق برادران من اینجا در پارس‌آباد ستم میکنن. این وطن گریزی در واقع نه تقصیر ایرانیان است که اینا همه برگردن این حکومت حقیقتا فاسد و زورگوست.
شما فسادی رو در کتاب پیدا نمی کنید که در کار این دولتیان نباشد. هیچ فسادی رو پیدا نمی کنید که نباشد. وقتی که ملت دارای مسئولیت شد و کشور رو از آن خود دانست و این عقیده رو در ذهن خود پرورش داد که این کشور من است و من صاحب این مملکت هستم و دارای مسئولیت هستم، فضای دیگری خواهد بود. به یاد داریم در اون 30 و چند روزی که دکتر بختیار نخست وزیر ایران بود و سواک را منتمان حل کرده بود، این داستانها چه میزان مردم با هم مهربان بودند، چه میزان با هم در واقع نزدیک شده بودند و حس برادری بود. به محضی که این دوره گذشت و داستان پادشاهی و استبداد آقای خمینی آغاز شد، این فضا هم فراموش شد. این درست مثل یک لحظه بود در این تاریخ اخیر ایران که ایرانی حس آزادی کرد و حس مالکیت سرزمین ایران کرد چنان که حق اوست. و هرچه زمان گذشت این مشکلات عظیمتر شد و بیشتر شد و از همه بدتر اینها در واقع داستان اخلاق هست. هموطنی، اخلاق مردم ایران زمین، مردم صاحب اخلاق نجیب شریف دقیق مهمان نواز وطن دوست هنرمند هستند. هنرمند در موضوع فرض کنید جنگ بین الملل دوم، یک تعداد زیاد لهستانی در روسیه بودند. خب اینا به علل مختلف به روسیه رفته بودند. حالا بگذاریم که استالین دستور داد همه دانش آموختگان اینها رو در یک شب کشتن و بعد تعداد از اینها رو به ایران فرستادن. وقتی اینها به ایران می آمدن، بعضی اینها نوشتن و هست پسش که چگونه مردمان شمال می رفتن برای این به پیشواز اینها شیرینی می بردن، گل می بردن، اینها رو در منازل خود جای می دادن. و بعد از آن هم که رفتن، این خاطره شیرین مهمان نوازی ایرانیان رو، این اخلاق انسانی ایرانیان رو منعکس کردن در نوشته هاشون. آیا امروز هم چنین است؟ من فکر نمی کنم. وقتی دولت فاسد شد، در واقع این ضرب المثل مشهور که الناس علی دین ملوک هم اونجا در واقع جلوه می کنن. دولت یعنی اخلاق حکومتیان سرایت می کند به مردم و چون زور هست، جایی که زور و خفقان هست شما چیز زیبایی را نمی توانید ببینید. محبت ها کاستی میگیره، اعتماد ها نسبت به همدیگر کاستی میگیره و عشق و مهر به وطن کاستی میگیره و اندیشه گریز و بیرون رفت از این وضعیت حاکم قوت میگیره و اون اتفاق و اتحاد لازم که بایستی وجود داشته باشد برای پیشرفت یک کشور، اینها از میون برداشته میشه. کشور هند رو در نظر بگیرید، میگویند بزرگترین دموکراسی روی زمین. خب اینها اقوام مختلف هستن، ادیان مختلف هستن، نمیشه بعد شماره کرد چه میزان دین در هند هست و چه میزان لهجه های مختلف هست. اینها به محض اینکه هند دچار خطری میشه، همه اینها با هم یک پارچه متحد و متفق برای دفاع از هندوستان آماده میشه. یا در همین آمریکا، جنوب دارد و شمال، اینها به لحاظ سیاسی این جنوبی ها متفاوتن با شمالی ها،
شمالی ها از روزگار قدیم اونجا مراکز صنعت بوده و روشنفکری بوده و اینا بیشتر مثلا دموکرات هستن. جنوبی ها به خاطر سوابقی که داشتند و جنگ های انفصال و غیره و اینها جمهوری خواه هستن. به محض آن که یک حرکتی علیه آمریکا می شود، دیگه موضوع شمال و جنوب و این حرف های از میان بر میخیزد و همه با هم متفق و متحد می شوند برای دفاع از این سرزمین. چرا اینطور شده است؟ به لحاظ اینکه حاکمیت این سرزمین و حکومت این سرزمین به دست مردم هست، به دست مردم است. این چیزی بوده است که ما اون رو میخواستیم از روزگار عباس میرزا. استقلال میخواستیم، توسعه میخواستیم، حاکمیت قانون میخواستیم. به ویژه این داستان قانونمندی و حاکمیت قانون بی اندازه مهم هست. متاسفانه عرض کردم پیش از این، ما ندیده ایم در این صحبت های دوستان روی این تلویزیون ها که تحلیل ها میکنن که یک بار هم بنشینن و به جد بر لزوم قانونمندی صحبت کنن. تخریب قانون یک امر خیلی رایجی است. قانون گریزی در، یعنی در فرهنگ ما استوار شده است. قانون ملتی آمده است، قانون اساسی نوشته است برای از کنم پیش برد مقاصد ملی و آزادی. اینا خیلی راحت یه نفر آمده همه اینا رو دو سطح زباله انداخته. خود شده قانون. در واقع اندیشه حاکمیت مردم از اونجا آمد. گفتن آقا این عقلانی نیست که یک نفر بشود معیار، یک نفر بشود قانون. یک روز عصبانیه این آقا، قانوناش خشنه. یک روز خوشحاله، این مهربان میشه این آقا. یعنی هستی یک مملکت بستگی به مود این دیکتاتور داره. این احمقانه ترین نوع حکومتی است که ما می توانیم روی کاغذ بیاوریم. ملت اسیر مود یک نفر، حالا ممکنه دیوانه باشه، خب بله دیوانگی میکنه، ولی ما باید قبول کنیم به جهتی که ما خب نوکران استبداد مثلا فرض کن. با درود مجدد بر شما هموطنان گرامی، گزارشی کوتاه خدمتتون عرض کنم از جلسه تگزاس. من اکنون در منزل یکی از خیشانم هستم در شهر هیوستون و سمینار خیلی خیلی خوبی بود. دوستان استقبال کرده بودن و من بسیار بسیار خوشحال شدم از دیدار دوستان و سپاسگزاری میکنم از همه دوستان سرزمین جاوید که این جلسه رو برگزار کردن و ما اومدیم و از دیدارشون بسیار بسیار خوشحال شدیم. چون آدمی مثل من یک بلندگو داره و یک مانیتور و از دیدار دوستان محروم هستم. بعدش هم خب در منزل هستم، هر جا هستم. اما وقتی اینجا چنین جلساتی هست، دوستانم رو میبینم، صحبت میکنم و این برای من خیلی خیلی مایه نشاط و مایه افتخار هست که خدمت شما هموطنان میرسم در این جلسات. و این جلسه هیوستونی که از بهترین جلسات بود که داشتیم در این دوران، در این مدت که چند جلسه پشت سر هم بوده، مجدد سپاسگزاری میکنم از همه دوستان. این دستگاه ما روی اسکایپ نشستیم. امیر میگوید که شما سرتون که میارید جلو خب خیلی درشت بهشون میره، تکیه بدهید. اینه که من امروز از اینجا به بعد دیگه تکیه خواهم داد به این صندلی که جلو نباشه. دنباله مطلب در باب اخلاق دولتیان. دولتیان امروز ایران عرض کنم که اخلاق عرازل دارن، در پستی و فرومایگی نظیر نداشتن،
هرگز دیده نشد، در تاریخ مغول هم دیده نشد کارهایی که اینها میکنن. هیچ حرمتی و هیچ عزتی برای انسان و برای ایرانی قائل نیستن. تنها چیزی که برای اینها مهم هست این است که ما این حکومت آخوندی عقب مانده و این حکومت فرومایه رو ادامه بدهیم به هر قیمتی هست، و هر ایرانی به چنگال اینها میافتد به هر دلیل که باشد، توهین و بی احترامی و زیر پا گذاشتن شرافت و کرامت انسانی در اعمال و رفتار اینها هست، به جهت اینکه دست اندرکاران این رژیم از همون روز اول اجامر و اراذل بودند. اجامر و اراذل. و حکومت وقتی به دست اراذل بیفتد، خود شما می توانید تصور کنید که چه وجهی دارد. متاسفانه همونطور که عرض کردم، دولتیان این اخلاقشون در جامعه توسعه پیدا میکنه. ما بایستی مبارزه کنیم با اون چه فرومایگی است و از سوی این دولت میآید. کتاب های اینها تا اونجایی که به کتاب های درس مربوط است یک پنی ارزش نداره. من اینها رو دیدم، همش داستان تاریخ اعراب هست، همش داستان بزرگی های عرب هست. آقا این سرزمین ایرانه، این 2500 سال تاریخ فرهنگ داره، این به فرهنگ جهان کمک کرده. در واقع ما به لحاظ هنری و به لحاظ انسانی، شما نگاه کنید ببینید آقا، مثل هنرمندان ایران بسیار کم دیده شده، مثل آدمی مثل کوروش بسیار کم دیده شده یا دیده نشده. این همه دلاوران، این همه بزرگان علم و معرفت در این سرزمین بودن، اما در این کتاب ها هیچ نامی از اینها نیست. فقط داستان امام جعفر صادق هست و عرض کنم حبیب ابن مظاهر هست و اینا. پنداری این مردم یک امت آواره در بغداد و کربلا و نجف و بیابانهای عربستان هستن، اینا میخوان چیزهای ابتدایی به مردم یاد بدن. من فکر میکنم خانواده ها بایستی مبارزه بکنن با این داستان. آقا کتاب ها هست، کتاب ها از روزگار قدیم هست. کتاب ها رو باید خرید و به بچه های ایران در منازل وظیفه مادران و پدران هست که بگوین ای پسر من، ای دختر من، چیزی که در مدرسه میاموزی داره ارزش نیست. اینا حکم حکومتی است. اینها مردم رو صاحب شخصیت نمیخواهند، ایرانی رو صاحب ایران نمیخواهند، اخلاق ایرانی رو نمیخواهند. اینها میخواهند اون چه مد نظر اینهاست و در فرومایگی بی نظیر بوده و آخوندهای شیعه در زمره بی سوادترین و بی عقلترین آخوندهای دنیا همواره بودند، میخواهند این رو به شما تحمیل کنند، به بچی که کشور و ملت رو تاریخ رو فراموش بکنید، بشوید یک امت بی هویت که آخوند به هر طرفی میخواهد شما رو بکشد. اینها از واژه ملت وحشت دارن، مگر به تنگنا بیفتن. نه واژه خلق لایق این ملت بزرگ هست، نه واژه امت. آقا این ملت ایرانه، از شمال آذربایجان بگیرید تا عرض کنم کرانه‌های خلیج فارس و از سیستان و بلوچستان تا کردستان، این ملت بزرگ در اینجا زیسته، کارهای بزرگ کرده، امپراتوری‌های بزرگ تشکیل داده، شخصیت‌های بین‌المللی به جهان عرضه کرده، و این فرهنگ انسانی و دلاویز ایرانی در واقع معیار شده است. شما این میزان زیبایی که در ایران میبینید، این میزان زیبایی که در حافظ میبینید، این میزان زیبایی که در سعدی میبینید، و این مایه انسانیت و بزرگواری که در شخصیت‌های مثل مولانا میبینید، و عرض میکنم که ابو سعید ابوالخیر و دیگران در هیچ فرهنگی نمیبینید. اینا میخوان همه اینها رو پاک بکنن و این فضیلت های بی نظیر ایرانی رو پاک بکنن و از میان بردارن. یک امت عذر میخوام مصلوب الاختیار بی هویت، چون شما وقتی از انسان از هویت تویی شد
از شخصیت هم تویی میشه. میشه باید به هر طریق او رو برد. کتاب های اینها مایه ننگ این کتاب های از کنم درسی که به بچه ها یاد میدهد، چون آموزش در دوران کودکی و تعلم در دوران کودکی گفت که نقش فلحجر هست باقی میماند. ذهن بچه تند و سریع هست و به زودی میآموزد. اینها نقش میبنده. بایستی واقعا با این داستان مبارزه کرد. اخلاق ایرانی که این نبوده. مهمترین مطلب این است که ما اول خود رو بشناسیم و بدانیم که اینها یک مش اراذل و اوباش هستند. البته میخوام اینو عرض کنم که حتما و قطعا بین همین بسیجی ها و بین این پاسداران بچه های ایران دوست و غیرتمند که نسبت به میهنشون حساسیت دارن و غیرت ایران دارن حتما وجود داره. حتما بین این کسانی که برای این رژیم کار میکنن ایران دوستان هستن که رنج میبرن اما چاره ای ندارن. گرفتاری زن و بچه است و نمیدونم وضعیت مشکل شرایط زندگی هست و گرانی و اینا و بیکاری. وقتی 10,000 PhD در مملکت بیکار هست شما تصورش رو بفرمایید. شما تمام کتاب ها رو بردارید بخونید آقا، کتاب های دهریون رو بخونید، کتاب های اخوان الصفا رو بخونید، دیوان شعرا رو بگیرید بخونید. عرض می کنم که فیلسوفان رو نگاه کنید، آثار متصوفین رو نگاه کنید، در همه اینها بزرگواری ایرانی رو میبینید. کتاب آخوند شیعه رو نگاه کنید، یک مش حرفای فرومایه صد تا یه قاز اونجا نوشته. آداب رفتن به حمام، آداب رفتن به خزینه، سخنان لاطائل صد تا یقاز آقای باقر مجلسی و بقیه. من که هنوز عبارتی در کتاب‌های اینها که این رو درش یک خردی پیدا کنم، یک زیبایی و لطافتی پیدا کنم، من پیدا نکردم. همش کینه و نفرت از دیگران هست، طعن و لعن و سب اهل سنت هست، فوش های رکیک به پیغمبر اسلام هست و یاران او. چون وقتی به یاران محمد توهین میکنید و به همسرش توهین میکنید، خب داری به خودش توهین میکنید. بی خود نیست که این اهل سنت با رافضی دشمن هستن. این مایه فحاشی و سب و لعنی که هست در ادبیات شیعه نسبت به اهل سنت، هرگز در اهل سنت این مقدار نیست. اینها همه سبب شقاق و نفاق هست. ما در مملکت ما چندین میلیون ایرانی زندگی میکنن که آقا اهل سنت هستن. دین مردم به خودشان مربوط است، به کسی مربوط نیست که خوبی و بدی رو معلوم بکنن. و اینها سعی بر ایجاد نفاق بیشتر دارن بین قوم‌های ایرانی. این یک داستان قدیم است. در روزگار قدیم کسانی که در واقع نظریه پردازان سیاست بودن در دربار شاهان این حرفا رو یاد می‌دادن که مثلا شما یه لشکر نداشته باشین، شما دو لشکر داشته باشین، اینها رو علیه هم تحریک کنید که اینها هرگز با هم متحد نشوند و اگر یکی از اینها اقدامی بکند دیگری باشه برای سرکوب اون. ارتش ایران ارتش نیرومندی بود آقا وقتی که به دست اینا افتاد. اول که گفتن منحلش کنیم، بعد دیدن گفتن آقا نمیشه.
جانفشانی هایی که ارتش ایران کرد، همون ارتش باقی مونده از روزگار محمد رضا شاه، اینها یادآوری نمیشه. بایستی تحقیق کرد و حق این برادران دلاور ارتشی ما که در جنگ عراق چه کارهای بزرگ کردن رو به مردم گفت تا همه اعتبار قضیه به سپاه پاسداران نرود. من با دوستی صحبت میکردم مطلع که در جنگ بود، میگم آقا این ارتش بود که این کار رو انجام میداد، کارهای مهم رو ارتش انجام میداد، پاسدار خبری نبود. بعد یه مرتبه دیدیم سرکله یه تعداد ریشو پیدا شد، میرفتن یه جایی رو مثلا میگرفتن، ارتش رو مأمور میکردن اینجا رو نگهداری کن. ایجاد نفاق و فساد و چون مورد نفرت مردم هستن اینها، لایه لایه برای حفاظت خود جاسوس درست کردن. آقا اگر شما محبوب مردم هستین اونطوری که ادعا میکنید، آقا این همه اداره اطلاعات و کنترل برای چی هست؟ این همه محافظ برای چی دارید؟ آقا خامنه‌ای قربونتون برم، رهبر مسلمین جهان، اگر شما محبوب هستید و رهبر هستید باید بتوانید به سادگی در خیابان بیاید قدم بزنید. شنیدم 18,000 نفر مدافع دارد ایشون که ازش نگهداری بکنند، که از ملت، از ترس ملت. اگر امروز، اگر فردا یک انتخابات صحیحی بشود که آقا شما جمهوری اسلامی میخواهید یا نه، من سوگند میخورم 90% ملت ایران حداقل خواهند گفت ما نمیخواهیم. آقا بیزار شدیم، ما خسته شدیم، ما بیچاره شدیم از دست این آخوندها. شاید یک 6-7% از مزدوران که به برجسازی رسید کارشون و ثروتهای کلان، شما نگاه کنید شهرسازی در تهران رو چه میزان بیریخت، مثلا تناسبی با هم نداره. ثروت‌های عظیم افتاده است دست اعوان انصار رژیم، بخشیش هم که کوخنشین هستن با اون وضعیت مثلا تناسب نداره، همه چیز زشت شده تو هم دید. همه چیز کتاب های اینها رو چند صندوقشو برای من فرستادن، کتاب های تنجید درده همهش داستان اسلام عزیز هست و داستان حبیب ابن مظاهر هست و داستان نمیدونم عمار یاسر هست و پنداری این مملکت سابقه ای نداشته، پنداری این مملکت دلاورانی نداشته، این کشور آقا این کشور گفت از دست کسان به شما ناکسان رسید. و هر روزم با یک شری همه چیز رو و گرفتاری های اجتماعی رو و این همه بدبختی رو پنهان میکنن، با یک شری، با یک بحرانی، با یک حرکت عجیب غریبی که اصلا به ملت ما مربوط نیست. ما بدهکاری به فلسطینی نداریم آقا، چه بدهکاری ما داریم به فلسطین و به حزب الله و اینا؟ چه درد مردم ما خورده؟ این داستان شیعه‌گری اگه قرار بود که توسعه پیدا کنه و هژمونی شیعه به جای برسه، رسید تا حدی که میشد بابا اون سپهسالاران صفوی با اون قدرت شمشیرهای قزلباشان همین مقدار توانستن انجام بدن. امیر اعلام کرد که ما یک دقیقه وقت داریم. خدمت شما عرض کنم که فکر کنم برنامه بعدی ما در روز جمعه خواهد بود. هموطنان گرامی از شما سپاسگزارم که توجه فرمودید. یک بار دیگر از بچه های دوستان سپاسگزاری میکنم که
بسیار محبت کردن در حق مخلص و از همه دوستانی که تشریف آوردن اونجا و دیدار کردیم و صحبت کردیم سپاسگزارم. جلسه بعدی ما فکر کنم در اوکلاهاما باشد و برنامه بعدی روز جمعه خواهد بود و اعلام خواهم کرد بعد که میهمان ما این هفته چه کسی است. با سپاس از امیر و سپاس از شما هموطن گرامی برنامه رو میبندیم تا برنامه دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی.